دارم همه دیگه اون موقع میان. اینها افرادهایی هستند که دست به خودسوزی زدن برای خانم مریم رجوی، قهرمانانی که به این طریق پرورش داده شدن. نگاه کنید، عزیزای ملت ایرانن، جوانهای ملت ایرانن، اینها هم مادر دارن، اینها هم چشم به راه دارن، اینها هم خواهر دارن. نگاه کنید جنایت های سازمان، این جنایت ها رو ما اینجا فهمیدیم. ما هیچ کدوم اینا رو نمیدونستیم. مقابل ملت ایران، مقابل برادر خودش وایستاد و همه اونا رو زیر تانک و جلوی گلوله قرار داد که بخواد خرم شهر رو آبادان و کادو کنه و به برادر دست راستی خودش عطا کنه. و اینها همان قهرمانانند که از ایران راهی شدن برای دیدن عزیزانشون. اکثریت این عزیزان 4 ماه پشت این دربها، پشت این دربها بس نشستند و اجازه ملاقات عزیزانشون رو میخوان. تا به کی فکر میکنین سکوت میشه؟ تا به کی فکر میکنین این خونهای ناحقی که این خونها به ناحق روی زمین ها ریخته شده؟ رجوی ها و رجوی صفتان باید بدانند که دیگر این برنامه ها صورت نمی گیرد. با وجود چنین پدران، مادران، خواهران و برادرانی که از هزاران کیلومتر دورتر از شهر و دیار خود به درب این زندان مخوف رجوی آمدند، تا آخرین لحظه عمرشان، تا آخرین قطره خونشان نمیگذارند دیگر هیچ عزیزی، هیچ مظلومی فدای رجوی های کثافت و نکبت گردد. الله اکبر. این سیرکه از تمام دنیا بپرسید، اینجا سیرکه شما سیرک را انداختید. ما فقط بچه هامون رو میخواییم، این خانواده ها فقط عزیزاشون رو میخواد، هیچی نمیخواد. سی سال این پسر پدرشو ندیده؟ نه. 30 سال ندیدم. یک بار نذاشتن من پدرمو ببینم. یک بار نذاشتن یک بار تلفنی باهاش صحبت کنم. تا دم اونجا اومدم
نذاشتن حتی یک بار ببینمش، چون نگفتن این بریده و میدونستن که میاد. دوستاش گفتن 9 سال سیگار ترک کرده، ولی از موقعی تو اومدی دوباره داره سیگار میکشه. چرا نمیذارید ببینمش؟ مگه این خانواده ها چی میخوان؟ چون میدونی به خطر میفتی، چون میدونی استراتژی مخته مسکت دیگه داره نابود. تا کی میتونی ما رو اینجا نگهداری؟ میخوام برم اون وقت نگهداری کنم. رجبیت پدر سخته بشه، همان رها کن پدر سخته. لجن بی شرم، بی وجدان، بی حیا، ما پیروزیم چون حقیم، چون حقمونه میخوایم، بچه همونه میخوایم، عزیزامونه میخوایم، ما پیروز میشیم و اولا قوه خدا پیروزیم چون حقیم، حق با ما هست، پیروز میشیم. الله اکبر، الله اکبر، الله من ببخشید با عجله دارم فیلم برداری میکنم. ارتشیایی به من اخطار میکنن که سریع باید از اینجا برم بیرون، چون اونا میخوان حمله کنن. میترسم، تون تون دارم فیلم برداری میکنم. شما ببخشید.